با عرض سلام و ادب به مقصد همه خانم ها و آقایان، خب در جلسه پیش به اینجا رسیدیم که خوب است از این هر شخصیت بزرگ و هر شخصیتی از این سنخ و از جمله مولانا این 5 تا سوال رو بکنیم. مقدماتی در جلسه قبل عرض کردم و به اینجا رسیدیم که از مولانا بپرسیم که قبل از انقلاب روحی و معنوی که برای شما پیش آمد چه چیزهایی نداشتید که میخواستید داشته باشید، چه چیزهایی داشتید که میخواستید نداشته باشید. سوال سوم این که چه واقعی برای شما رخ داد که اون تحول احیاناً بسیار تدریجی و آرام ناگهان تبدیل شد به یک تحول دفعی و آنی. و سوال چهارم این که چه فهمیدی از اون حادثه و رویداد. و سوال پنجم اینه که الان چرا خرسندید؟ خرسندی شما به چیست؟ این 5 تا سوال رو در جلسه قبل من نه فقط در باب مولانا بلکه در باب همه اون 8 شخصیت عرض کردم که قابل طرحند و جستجوی جوابشون برای ما سودمند. حالا یک یک بپرسیم. سوال اولی که در اون جلسه خدمت دوستان عرض کردم، گفتم که باید پرسید که داشته های ناخواسته تو چه بود؟ و سوال دوم این که ناداشته های خواسته تو چه بود؟ اون چیزی که از مجموعه آثار مولانا قابل استنباط و استخراجه این هاست. همینطور که عرض کردم من دیگه نمیتونم تمام عرض کنم که شواهد و مدارک رو اینجا بخونم چون واقعا وقت تنگه، ولی اون چیزی که به دست آوردم این چیز هاست. یکی چیزهایی که مولانا داشت ولی رنج می برد از داشتنشون در دوران قبل از آشنایی با شمس، یکی عقل به معنای محاسبه‌گری، به معنای همه چیز را از منظر سود و زیان خود دیدن و میزان نزدیکی و دوری نسبت به امور رو تعیین کردن بر اساس منفعت شخصی. گفته شده از در جای دیگر، یعنی گفتم که عقل در فرهنگ ما مسلمانان 14 معنای متفاوت داره و همیشه باید دقت کرد که وقتی یک متفکر، چه عارف، چه فیلسوف، چه الهیدان، چه ادیب و مثلا شاعر و چه عالم اخلاق، وقتی میگه عقل، چه وقتی که در مقام تحسین عقله و چه وقتی که در مقام تقبیح عقله، عقل به کدام معنا محل توجهشه، محل نظرشه؟ عقل در فرهنگ ما داره یک معنا نیست. اینجا وقتی میگم عقل، به معنای عقل محاسبه‌گره. عقل یعنی محاسبه‌گری و محاسبه‌گری یعنی بر مدار جلب نفع و دفع ضرر شخصی سیر کردن. و جلب نفع و دفع ضرر شخصی همه معطوفن به صیانت ذات، یعنی به خود نگهداری، به خود رو حفظ کردن. وقتی کسی میخواد خودش رو حفظ کنه،
خودش رو نگه داره، صیانت ذات میخواد داشته باشه، اون وقت چاره جز این نداره که هر نفعی را به سوی خودش جلب کنه و هر ضرری رو از خودش دفع کنه. محاسبه‌گری یعنی این که من در هر پویشی، در هر حرکتی، در هر سکونی، در هر ثباتی، در هر تغییری، در هر رفت و آمدی، در هر سکوت و کلامی و به هر حال در هر کنش و واکنشی که با جهان دارم، در پی این باشم که این کنش و واکنش به من چه نفعی میرسونه یا چه ضرری ممکنه عائد من بکنه. اون وقت همیشه در صدد باشم که دست به کنش و واکنش هایی بزنم که بیشترین نفع ممکن رو به طرف من جلب کنه و کمترین ضرر ممکن رو معطوف و متوجه من کنه. اینو معمولا ازش تعبیر میکنن به عقل حسابگر، عقل محاسبگر و یکی از معانی عقل، یکی از معانی عقل، نه یکی از انواع عقل، یکی از معانی عقل حسابگری است، محاسبگری است که همه بر اساس جلب نفع و دفع ضرر، برای صیانت ذات، برای نگهداری از ذات، حفظ و حراست از ذات. این حفظ و حراست از ذات که همینطور که عرض کردم مادر در واقع جلب نفع و دفع ضرره، خودش فرزند حب ذاته، یعنی فرزند خوددوستیه. وقتی که خوددوستی، اون وقت میخوای جلب نفع و دفع ضرر بکنی و به تعبیر ساده تر خوددوستی حب ذات برای ما صیانت ذات رو به دنبال میاره و صیانت ذات جلب نفع و دفع ضرر. این یک ویژگی که در مولانا بود. ویژگی دوم، عقل به معنای استدلالگری. عنایت میکنید عقل به معنای استدلالگری، نفس استدلالگری هیچ وقت در عرفان تقبیح نشده. و این هم که میگیم مولانا در دوران اول استدلالگر بود و بعدها مینالید، این به جهت این نیست که خود استدلالگری تقبیح شده، به معنای اینه که گمان بکنیم که حالا که در حوزه های فراوانی هم عقل ما قدرت استدلال کردن داره و هم ما حق استدلال کردن داریم و هم ما وظیفه استدلال کردن داریم، این رو به این معنا بگیریم که جهان هستی به اندازه عقل ما، به قد و قواره عقل ما ساخته شده. یعنی یک نتیجه غیر عقلانی بگیریم از یک مقدمه درست. اون مقدمه درست اینه که در حوزه های فراوانی از زندگی ما قدرت استدلالگری داریم. علاوه بر قدرت استدلالگری، حق استدلالگری داریم و علاوه بر حق استدلالگری، به مقتضای اخلاق باور، وظیفه استدلالگری هم داریم. حالا از این که در حوزه‌های از حوزه‌های زندگیمون قدرت استدلالگری داریم و حق استدلالگری داریم و وظیفه استدلالگری داریم، نتیجه بگیریم که در همه حوزه ها قدرت استدلالگری داریم و حق استدلالگری داریم و وظیفه استدلالگری داریم. یعنی گمان بکنیم که جهان هستی به قد و قواره عقل ما ساخته شده و اگر چیزی از طور عقل ما بیرون افتاد، حتما از طور هستی هم بیرون افتاده. یعنی حتما وجود ندارد چیزی که عقل ما در فهم اون قاصره، در فهم اون عاجزه. یعنی گمان بکنیم که موجود مساویست با معقول، هرچه موجود است حتما عقلانی هم هست و هر چیزی که عقلانی نبود حتما موجود هم نیست.
من در اینجا به تأکید میخوام بر این نکته بکنم که تا اونجایی که انصاف اقتضا میکنه در آثار عرفای اسلامی هیچ وقت گفته نشده است که عقل و قدرت استدلالگری نفس این قدرت استدلالگری یا استفاده از این قدرت استدلالگری مذمومه. نگاه میکنید دیدید که مثلا وقتی به در باب مولانا برمیخوریم به این بیت در مثنوی که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اون وقت بعضی از ناقدان و منتقدان گفتن خب خود این که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، نتیجه میخواید بگیرید ازش که پای استدلالیان سخت بی تمکین بود. میگیم بله، این نتیجه رو میخواییم بگیریم. میگن خب خود این یک استدلاله، شما از الف به اس به علاوه به جیم است نتیجه گرفته این الف جیم است، درسته؟ گفته این پای استدلالیان چوبین است، پای چوبین بی تمکین است، نتیجه گرفته این که پای استدلالیان بی تمکین است. گفتن خب این یک استدلاله، ما چگونه مولانا داره استدلال میکند برای اینکه استدلال مکنی؟ استدلال میکند بر اینکه استدلال مجاز نیست. جواب اینه که مولانا هرگز نخواسته بگه استدلال و قدرتش رو نداری یا حقش رو نداری، نه، فقط میگه حواستون باشه که استدلال حد داره، تا جایی میشود با استدلال پیش رفت، از اونجا به بعد با استدلال نمیشه پیش رفت. اناد میکنیم به تعبیر دقیق تر بگم، کسانی مثل مولانا در واقع از ما دعوت میکنن به عقل شناسی. میگن عقل رو خوب بشناسید و اگه عقل رو خوب بشناسید میفهمید عقل محدودیت داره. عقل هم همه چیز رو نمیتونه با ترازوی خودش سبک و سنگین بکنه. اناد میکنیم این و بنابراین هیچ منافات نداره این سخن با اینکه کسی بگه که پای استدلالیان بی تمکین است و خود این پای استدلالیان سخت بی تمکین است رو نتیجه و معدای یک استدلال بدونه. بنابراین اگر مولانا میگفت هیچ جا استدلال قدرت ندارید یا حق ندارید، وقت میشد اینجا گریبان او رو گرفت، ولی هرگز چون این چیزی نگفته و نه فقط مولانا، هیچ کسی نگفته است. ممکن است بعضی از متصرفه در واقع بی بهره از اون حد فهم عمیق نسبت به آموزه‌های عرفانی چون این چیزهایی هم گاهی گفته باشن، اما کسی مثل مولانا و عموم عارفان بزرگ جهان هیچ وقت درباره عقل داوریشون به این صورت نبوده است. بحث بر سر اینه که تو هر دریایی بخوای ماهی بگیری نیاز به تور داری، این شکی نداره، بدون تور نمیتونی ماهی بگیری، ولی گمان نکن اگر ماهی به تور تو نیفتاد تو اقیانوس وجود نداره. نه، ممکنه ماهیانی هم باشن توی اقیانوس که در عین اینکه هستن در تور تو نمیافتن. گمان نکن هر ماهی علامت بودنش اینه که حتما در تور تو افتاده است. ماهیان بیرون از تور تو هم وجود دارن. این نکته در واقع چیز دوم استدلال. اون چیز سومی که در اینجا بهش اشاره میشه اون چیزیست که در زبان مولانا ازش تعبیر به ناموس میشه یا به تعبیری آبرو یا به تعبیر امروز حیثیت اجتماعی. مولانا در زندگی پیش از ملاقات با شمس خیلی ناموس داشت، یعنی خیلی آبرو، خیلی حیثیت اجتماعی پیش مردم داشت. به اون سطح مقدمه که در جلسه قبل گفتم دوستان الان عطف توجه بکنن، آبرومند بود، حیثیت اجتماعی داشت، ناموس داشت، یعنی در اذهان و نفوس مردم چهره خوبی از خودش به جا گذاشته بود. چه این به جا گذاشتنها، به جا گذاشتنهای آگاهانه و خودخواسته و چه به جا گذاشتنهای ناآگاهانه و ناخودخواسته، ولی به هر حال نتیجه زندگی که کرده بود تا سن مثلا 38 سالگی که ملاقات کرد با مولانا زندگی محترمانه ای بود، زندگی بود که در اذهان و نفوس
همراه با نوعی حیثیت اجتماعی بود، با نوعی آبرو بود. این رو هم البته مولانا داشت. اگر ما محل توجه بودن رو هم به همین معنا بگیریم، خب باید بگیم محل توجه بودن هم همون حیثیت اجتماعی است. ولی اگر کسی محل توجه بودن رو غیر از حیثیت اجتماعی بگیره، باید بگیم که محل توجه هم بود. خب کسانی میگن محل توجه بودن همون حیثیت اجتماعیه، ولی کسانی هم معتقدن مثل خود بنده که نه، محل توجه بودن غیر از حیثیت اجتماعیه. شما ممکنه از یه حدی در جامعه بزرگتر بشید به طوری که دشمنان هم نتونن وجود شما را ازش غمزه عین کنن، نتونن چنان زندگی کنن که گویی تو نیستی تو جامعه، ولو دشمن تو هم باشن، ولو مخالف تو هم باشن، ولو خصم تو هم باشن، ولی دیگه وجود تو نادیده نمیتونن بگیرن. در اینجا میگن تو دیگه محل توجه قرار، یعنی کسی نمیتونه چنان زندگی کنه که گویا تو در جامعه نیستی. باید بالاخره چنان زندگی کند که گویی تو در جامعه هستی. حالا ولو این چنان زندگی کردن، چنان که تو در جامعه هستی، چنان که گویی تو در جامعه هستی، به این معنا باشه که در مقابل تو موضع مخالفت بگیره و نسبت به تو مواضع عاطفی منفی و مواضع رفتاری منفی در پیش بگیره، ولی خب دیگه وجود تو رو احساس میکنه، یعنی وزن تو دیگه احساس میشه بر زندگی او. ممکن است تو تا سالها هستی اما وزن تحمیل نمیشه بر دوش شهروندان و در واقع کسانی که با تو زندگی میکنن، اما از یه وقتی به بعد دیگه کسی نمیتونه بگه تو نیستی ولو بخواد مخالفت بکنه. این محل توجه بودن مولانا هم یک نکته است. مولانا واقعا محل توجه بود قبل از ملاقاتش هم با شمس، چون شخصی بود که در علوم اسلامی شاخصیت و بارزیت فراوان داشت. حالا من نمیخوام وارد اون مباحث بشم. شما اگر بخواید ببینید شاخصیت و بارزیت مولانا رو در همین مثنوی نگاه بکنید، خب دیگه بعد از ملاقات با شمس که مثنوی کتاب نمیخواند که بگیم حالا تمام این فقه و اصول فقه و الهیات و عرض کنم که کلام و فلسفه و حکمت و اینا رو دیگه بعد یاد گرفته. اینا دیگه بازمانده های معلومات سابق اوست. هر که با مثنوی از این منظر هم مواجه بشه میبینه یه عالم تراز اول بوده در الهیات، در فلسفه و حکمت، در علم اخلاق اسلامی، در فقه، در اصول فقه، در علم رجال، در علم درایه، در اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به شم دریافت که معمولا در شرح و تفسیر متون مقدس خیلی خودشو نشون میده. خب در اینها تسلط داشت. به خاطر همین تسلطش هم طبعا محل توجه بود. حالا چه محل توجه مثبت و چه محل توجه منفی. چیز ششمی که در مولانا بود چیزیست که میشه ازش تعبیر کرد به نوعی علو طلبی، نوعی این که بخوام فراتر از دیگران باشم، بخوام کسی دست کس روی من نگذاره، نوع علو طلبی. در قرآن آیه‌ای هست که تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. من که خدایم زندگی آن جهانی را، زندگی اخروی را اختصاص دادم به کسانی که در زمین دو چیز نمیخواهند، یکی طالب فساد نیستند، یکی طالب علو نیستند. فساد با علو البته که متفاوته. علو وقتی است که من خودم رو همیشه در حال مقایسه و مسابقه با تو ببینم و بخوام در این مقایسه و مسابقه من امتیاز بگیرم، من نمره بیشتر بگیرم، برنده من باشم. این علو طلبی که حاصل هر گونه مقایسه نظری و هر گونه مسابقه عملی با تو هست، یعنی میتونه باشه، این در زندگی مولانا هم هست. در همون غزلی هم که دیروز خوندم ها،
کاملا توجه به این نکته کردید در غزلی که داره و آنچه را که قبل از این آرزه او بوده توضیح میده. ویژگی دیگری که باز در مولانا بود ویژگی بر وفق آداب و رسوم و عرف و عادات زیستن، خرق عادت نکردن، همرنگی با جماعت داشتن. اگر جماعت از این طرز زندگی خوششون میاد، منم این طرز زندگی رو بپذیرم و سعی بکنم تو همین طرز زندگی بر اقران و همانان و همگنان خودم برتری پیدا کنم. اینات میکنید؟ این هم در مقام نظر میتونه وجود داشته باشه و هم در مقام عمل. یک وقت هست که من در زندگی که میکنم با بنی نوع خودم در جامعه میدونم که چه چیزهایی برای اونها دارای ارزش مثبته و چه چیزهایی دارای ارزش منفیه. منم همون چیزهایی رو که دارای ارزش مثبت میدونن منم دارای ارزش مثبت میبینم و همون چیزهایی رو که اونها دارای ارزش منفی میبینن منم دارای ارزش منفی میبینم و بعد بهشون میگم حالا با قواعد بازی خودتون میخوام از شما جلو بزنم. توجه میکنید؟ مثلا شما مدرک دانشگاهی براتون مهمه؟ بسیار خوب. منم مدرک دانشگاهی رو چیز مهم میتلقی میکنم و حالا میام مدرک دانشگاهی میگیرم که از مدرک دانشگاهی همه همالان خودم بالاتر. یعنی قواعد بازی رو میپذیرم و با قواعد پذیرفته بازی با شما وارد بازی میشم و سعی میکنم که عرض کنم که موفق بشم، کامیاب بشم، پیروز بشم، غالب بشم. میبینم که شهرت خیلی برای شما مهمه، اون وقت منم وارد این بازی میشم و یه وقتی به شما نشون میدم که شهرتی که من دارم هیچ کدام از شماها مثلا ندارید. انات میکنی؟ این همرنگی با جماعت، ولو همرنگی با جماعت است برای اثبات برتری خودم بر سایر جماعت، ولی بالاخره همرنگی با جماعت باید بکنم. قواعد بازی رو باید قبول کنم. باید قبول کنم ثروت دارای ارزش مثبت، قدرت دارای ارزش مثبت، حیثیت اجتماعی دارای ارزش مثبت و آبرو و هر چیز دیگر. ولو این همرنگی با جماعت بالمعال برای نوعی تحمیل خود بر جماعت باشه، ولی خب به هر حال باید قواعد بازی رو بپذیرم. اگر میخوام بگم شطرنج باز بزرگتر از همه شطرنج بازانم، باید قبول بکنم که قواعد بازی شطرنج همان است که همه اون قواعد رو قبول کردن. نوعی همرنگی با جماعت میکنم. این همرنگی با جماعت که اوائلش نوعی تسلیم جماعت شدنه، ممکنه بالمعال برای تحمیل خود بر جماعت باشه. مثال خیلی سادهش که امروز خیلی محسوس و مشهوده، شما متدینید؟ بله. منم خودم رو متدین جلوه میدم برای اینکه در میان شما متدینان از طریق همین تدین ورزی، از طریق همین همرنگی کردن با شما به ثروتی برسم که هیچ کدامتون نرسیده اید، به قدرت سیاسی برسم که هیچ کدامتون نرسیده اید. این همرنگی با جماعت به جنبه عملی گفته میشه. در جنبه نظری هم نظیر داره. در جنبه نظری هم به جهان به چشم معتاد نگریستنه. توجه میکنید؟ یا تو میاد که سهراب سپهری میگفت که گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. خب همه ما وقتی تو جامعه به دنیا میایم میبینیم به گل شبدر کسی توجه نمیکنه، اما به لاله قرمز توجه میکنن. توجه. ما هم با این چشم عادت آمیز نگاه میکنیم. اینجا دیگه مقام عمل نیست، مقام چی در واقع نظره. میبینیم همه کلاغ نمیگیرند تو پرس کنن قفس کنن، ولی توتی رو تو قفس میکنن. میگیم لابد توتی ارزشی داره که کلاغ نداره. ما هم هیچ وقت به دنبال صید کلاغ نمیریم، هیچ وقت بابت کلاغ پول نمیدیم. علت میکنیم برای اینکه با چشم عادت داریم به جهان نگاه میکنیم. به ما عادت دادن که کلاغ رو زشت ببینیم و ناپسندیدنی و توتی رو زیبا ببینیم و پسندیدنی، بابت توتی پول بدیم، برای توتی هزار
عرض کنم که دست افشانی و پایکوبی بکنیم، توتی من بهتر از توتی توست، توتی تو فلان. اما راجع به کلاغ ها ما هیچ وقت هم چیزی نداریم، من و شما هیچ وقت با کلاغ در کلاغمون با هم بگو مگو نمی کنیم. این از چشم عادت دیدن جهان رو چنان دیدن که به من یاد دادن که جهان رو اینگونه ببینم. اینم در واقع یک نوع این که از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم در تعبیر حافظ، معناش اینه که ما باید با چشم معتاد و آموخته و آموخته نبینیم. چشم ما رو آموخته کردند، آموخته کردند. ما خوگر شده این با یک نوع دیدن جهان، خوگر شده این با عرض کنم که یک نوع نگریستن به جهان. آینشتاین در یکی از جملات خیلی معروفش میگفت که عادت دادن به ما که اکثریت قریب به اتفاق حوادث عالم رو غیر معجزه ببینیم و بعضی از حوادث عالم رو هم معجزه ببینیم. بعد میگه من توصیه میکنم که دست از این گونه دیدن بردارید، برید به طرف یکی از این دوتا دیدگاه، یا این که همه ی حوادث عالم رو غیر معجزه ببینید، یا هر حادثه ای رو تو عالم معجزه ببینید. حالا بحثی میکنه که چرا زندگی شریف زندگی است که درش یا همه چیز غیر معجزه باشه یا همه چیز معجزه باشه، نه بعضی غیر معجزه و بعضی معجزه. من به اونش کار ندارم، فقط به اینش کار دارم که داره دعوت میکنه که چشم عادت آمیز به جهان نداشتن، با یه چشم دیگری نگاه کردن. یه روز از خودمون بپرسیم که کی گفته که کلاغ زشته و کی گفته که توتی زیباست؟ درسته؟ کی گفته؟ به چه استدلالی، با چه شهودی کسانی گفتن که این زیباست و اون زشته؟ خب حالا فقط در باب کلاغ و توتی بحث نیست، بس درباره همه چیزه. این نگرش رو بهش میگیم نگرش رادیکال، یعنی نگرشی که به ریشه نگاه میکنه. و تو جامعه ای که همرنگی با جماعت توصیه میشه، دیدگاه های رادیکال دیدگاه های افراطی به حساب میان. و از این نظر شما الان وقتی که کسی بگن یه دیدگاه رادیکالی داره، به این معنا میگیرید که دیدگاه افراطی داره، با اینکه دیدگاه رادیکال افراطی نیست، دیدگاهی است که از ریشه میخواد جور دیگری نگاه بکنه و البته جور دیگری هم کنش و واکنش داشته باشه. ما در مقام عمل اون همرنگی با جماعت را داریم، در مقام نظر هم جهان را چنان میبینیم که همه میبینن، یعنی با چشم مألوف، با چشم معهود، با چشم معتاد، خوگیر شده، خوگر شده نگاه میکنیم. خب مولانا هم همینجور بود، نرم ها را کاملا رعایت میکرد، با همون نرم ها با همگنان خودش و همالان خودش وارد مسابقه و مقایسه و امثال و ذلک بود. این چیزها رو مولانا داشت، ولی کم کم ملول می شد از داشتن این چیزها، این چیزها رو نمی خواست داشته باشه. اما یه سوال دوم بود، چیزهایی هم داشتید که نخواهید داشته باشید؟ مولانا در میان این چیزهایی که میخواست داشته نمیخواست داشته باشه و داشت، توجه میکنید، چهار تا رو خیلی برش تاکید میکنه. یک نکته اینه که من غمگین بودم، اندوه زده بودم. نگاه میکنید، غم، اندوه، اندوهناکی، گریه ناک بودن، همیشه اشک دم مشک داشتن، این یه حالتی است که در این زندگی وجود داره. خب این البته در زندگی من و تو هم میتونه وجود داشته باشه، همون که دیروز گفتم این کند و کاوها برای این نیست که بحثی تاریخی صرف کرده باشیم، برای اینکه ببینیم خود ما هم چقدر وجوه مشابهت داریم با اون، یعنی در آینه او خودمون رو ببینیم. اندوه فراوان، این نوع زندگی اندوه فراوان به دنبال خودش داره، زندگی که درش اون چیزها وجود داره. نکته دوم اینه که سعی مدام اما سعی به نتیجه نارسنده، توجه میکنی؟
تلاش مذبوحانه، تلاشی که مذبوح میکنه. عرض کنم که مرغی رو که شما ذبح میکنید البته بیشترین تلاش رو میکنه، شاید در تمام عمرش این مرغ به اندازه این تقریبا 2-3 دقیقه تلاش نمیکنه، ولی تلاشی است که هر ناظر بیگانه میدونه که محتوم به شکسته. این تلاش، تلاش مذبوحانه است، تلاشی است که مذبوح ها میکنن. توجه بکنید، میخواید به این بگید تلاش مذبوحانه، میخواید به این بگید بیگاری، یعنی کاری که میدونم به دنبالش نتیجه و اثری نداره، رنج بیهوده، سعی باطل، همه این تعابیری که در مولانا هم میاد بلا استثنا. خب بله، سعی باطل، دائما جدیت ورزیدن و نفهمیدن که چرا حاصل این جدیت ها، حاصل این کوشش ها اینا پیدا نیست. توجه میکنید، موش گندم گنده در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ بالاخره من 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله دارم زحمت میکشم ولی چیزی احساس نمی کنم تو مشتم هست. قرآن یه تعبیر خیلی خیلی زیبایی در این باب داره، خیلی تعبیر جالبه، میگه الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میگه کسانی که تلاش هاشون رو گم میکنن، میگن ای من یه دوتا کاسه اینجا گذاشتم، رفتم کاسه سوم رو بیارم، میبینم این دوتا کاسه نیست. من 10 سطل آب تو این حوض ریختم، رفتم سطل 11 رو بیارم، میبینم این نیست. الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، یعنی سعیشون گم میشود. زل یعنی گم میشود. زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، با اینکه گمان میکنن که کار نیک میکنن. خب منطقش اینه، مفهومش به لحاظ حقوقی چیه، به لحاظ در واقع دانش علم و اصول و تفسیر، منطقش اینه که علامت اینکه کار خوب میکنی اینه که کارت نباید گم بشه، کار خوب بر هم انبارنده است، روی هم انباشته میشه، کار بعدیت روی کار قبلی انباشته میشه، انباشته میشه. عنایت میکنید، اگر داری کار به گمان خودت خوب میکنی ولی میبینی که انباشته نمیشه، مثل این که من دارم آبی میریزم تو این حوض ولی تا میام سطل بعدی رو بیارم از این حوض رفته بیرون، یعنی باز میبینم گم شده، آبی نیست در کار. مولانا در کلیات شمس و چند جا در مثنوی به این نکته که ماها گم میکنیم حاصل کارمون، یعنی میبینیم ما مثل سر جای اولمون وایسادیم. این علامت اینه که ما یحسبون انهم یحسنون صنعا، ما گمان میکنیم کار نیک داریم میکنیم، کار نیک نباید گم بشه. در قرآن در آیه دیگری گفته میشه که ما ینفع الناس فیمکث فی الارض اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. آن چیزی که نافع است ماندنی است، باید بمونه، اگر نماند معلوم میشه نفعی نداشته است. این سعی باطل، این رنج بیهوده، این بیگاری، این تلاش مذبوحانه، یعنی موردی که در اون مورد کوشش هست اما حاصل کوشش پیدا نیست. شما باید روی هم تلمبار بشه حاصل کوششتون و هر بار یه چیزی افزوده بشه اما نیست. مولانا در همون بیت هم که میگه که گندم اعمال 40 سال کجاست، موش گندم گنده در انبان ماست، میخواد بگه خب علل قاعده انبانی که 40 سال توش گندم خالی میکنن، این انبان باید تا سقف پر گندم باشه، ولی هر چه توش میکنی میبینیم باز پر نمیشه. این نکته، این حاصل چیزیست که خود او در واقع تجربه کرده. نکته بعدی رنج. ببینید، من رنج رو جدا گفتم از اندوه، و ممکنه شما بگید اندوه خودش یک مصداقی از مصادیق رنجه، ولی من به جهاتی که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم نمیگم که اندوه مصداقی از مصادیق رنجه، اینه که علاوه بر اندوه رنج رو هم اسم بردم. رنج یعنی حالتی که استمرار اون حالت رو آدم خواستار نیست. فرق لذت و
درد و رنج یا به تعبیر عربیش الم در اینه که لذت به هر حالتی گفته می شود که انسان به طبع خواستار استمرارش. اگر حالتی عارض من شد که من خواستار انقطاعشم، حاصل گسسته، میخوام گسست پیدا کنه، میگن این کمابیش یک حالت الم انگیزه، یه حالتی است که ازش تعبیر میکنیم به رنج یا ازش تعبیر میکنیم به درد. رنج در واقع یک چنین حالتیه، حالتی است که من نمیخوام این حالت استمرار پیدا بکنه، چه بسا خودم رو به در و دیوار بکوبم، به آب و آتش بزنم که منقطع کنم این حالت رو، منفصل کنم، قیچی کنم، طالب استمرارش نیستم. اون زندگی من رنج هم داشت، با اینکه اون حیثیت اجتماعی و همه اون چیزهایی که میگفتم درش وجود داشت. و اما ویژگی چهارم که در اون زندگی وجود داشت این بود که من بیقرار بودم. توجه میکنید؟ خودش بعدها میگه که چرا آدم بیقراره، چون به تعبیر خود مولانا جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آید، در کلیات شمس. نمیدونم دوستان کتاب آلن واتس رو تحت عنوان حکمت بیقراری خوندن یا نه. آلن واتس در کتاب حکمت بیقراری تمام سخنش بر سر اینه که چرا ما بیقراریم و چرا قرار در میان ما نادره. جالب اینه که کل کتاب رو که شما میخونید میبینید نهایت چیزی که واتس نقل میکنه همینه که تا طالب قراری بیقراری، وقتی طالب بیقراری قرارمند میشی. خیلی ساده، مثال خیلی ساده، من یک کتاب نوعی امروز مثلا خریدم و دوست دارم که این کتاب به همین وضع باقی بمونه، مثلا نوعه، توجه میکنید، حجمش همین حجمیست که الان هست، باد نکرده، من دوست دارم به همین حالت باقی بمونه این کتاب، چون نوعه میخوام به همین حالت باقی بمونه. چون میخوام به همین حالت باقی بمونه، تا میبینم شما نگاه به کتابم میکنی بیقرار میشم، میگم حالا میاد از من میخواد این کتابو امانت بگیره، بعد معلوم نیست وقتی به من برمیگردونه چه کتابی به من برمیگردونه. درسته؟ تا شما میاد دست بکنید یه لیوان آب بخورید، فوری خودم رو عقب میکشم، میگم حالا دستش میخوره به این لیوان آب، آب میریزه به کتاب من، همه چیز خطر است برای من. چرا؟ چون میخوام این به همین قرارش باقی بمونه، میخوام به همین صورت و سیرت باقی بمونه، به همین وضع باقی بمونه. چون میخوام کتابم به همین وضع باقی بمونه، قرار پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، خودم ثباتم رو از دست میدم، خودم بیقرار میشم. عنایت میکنید؟ اما حالا فرض کنید که من این کتابم رو درست نوعه الان، ولی خیلی اهمیت به نوع بودنش ندم. شما میاد دست راز کنید که آب بخورید، من دونیش هستم. چرا؟ چون پیش خودم میگم خب حالا اگه آبی هم روش ریخت، اهمیت که نداره. نمی‌کنید. اگه خواستید از من امانت بگیرید، میگم امانت بگیرید. هیچ چیزی نمیتونه من راجع به این کتاب بیقرار بکنه، چون نمیخواستم خود کتاب قرار داشته باشه. هر وقت بخوام چیزی قرار داشته باشه، اون وقت من بیقرار میشم، برای اینکه میخوام اون قراره رو یه جوری محفوظ نگه دارم. اما اگه اومدم طالب بیقراری شدم، گفتم اصلا کتاب نو کهنه بشه، کتابی که این حجمو داره باد بکنه، پف بکنه، کتابی که مکعب مستطیله اصلا لوله بشه، استوانه بشه، برام اهمیت نداره، اون وقت شما چجوری میتونید منو بیقرار کنید در خصوص این کتاب؟ در خصوص هر چیزی همینجوره که اگر من بخوام اون چیزی رو که دارای اون چیزم بخوام قرار و ثبات بهش بدم، خودم برای ایجاد اون قرار یا حفظ و استمرار اون قرار خودم بیقرار میشم. عنایت میکنید؟ و از این نظر من تو اون زندگی قبلی که داشتم بیقرار بودم، یعنی قرار نداشتم، ناآرام بودم. رمزش هم همینه که من میخواستم قرار داشته باشم. خب حالا اگر ما طالب قرار بودیم اما جهان ما هم غیر از این جهان بود، بازم مشکل نبود.
یعنی اگر در جهانی زندگی میکردیم که خود اون جهانم درش قرار و ثبات وجود داره، یعنی تو خود اون جهانم کتابهای نو میموندند، خب دیگه مشکلی نبود. اما مشکل اینه که ما در جهانی زندگی میکنیم که تنها اصل ثابت حاکم بر اون جهان اصل بی ثباتیه. یگان اصل ثابت بر جهان هستی اصل بی ثباتیه. درسته؟ هیچ چیزی ثبات نداره جز بی ثباتی. فقط بی ثباتی است که ثبات داره. خب در جهانی که جهان بی ثباتیه، اگه شما بخواید طالب ثبات باشید، دارید در یه جهانی زندگی میکنید، اما انگار میخواید الفبای اون جهان رو زیر پا بگذارید، انگار میخواید قوانین حاکم بر اون جهان رو زیر پا بگذارید. خب من بیقرار بودم، ناپایدار بودم، عنایت میکنید، دولت پاینده ای نداشتم، دولت من پاینده نبود، پایدار نبود، عنایت میکنید. این حالتهایی بود که من داشتم. اما حالا یه واقعی رخ داد، عنایت میکنید، سوال سوم که چه واقعی رخ داد. ببینید در باب اینکه چه واقعی رخ داده، خود شما میدونید که چیزهای فراوان گفته شده. اونی که به نظر میاد مسلمه و ما فرض رو بر این میگیریم که به لحاظ تاریخی مسلم باشه، همون چیزیست که همه دوستان تقریبا شنیدن، که یک روزی در عرض کنم که مولانا سوار بر مرکب خودش، در خیلش هم همه شاگردان و شیفتگان و علاقمندانش بودن، و داشت از مدرسه پنبه فروشان که تو اون مدرسه معمولا تدریس میکرد میرفت بره به طرف منزلش. خب شاگردان و علاقمندان هم همه در رکاب او بودند و با خدم و حشم و به همون صورتی که همه علما همیشه میرفتند و اون وقتا میرفتند. اینم عالم بود دیگه، یاد میکنید. اون وقت یک شخصی، شخص گمنامی با یک وضع و حال خاصی، این اومد و به تعبیر کسانی گفتن افسار مرکب او رو گرفت که او متوقف بشه، اعتنا بکنه، توجه بکنه، و به هر حال یک سوال طرح کرد. و اون سوال همونطور که خودتون میدونید اینه که آیا محمد پیامبر اسلام، آیا او برتر بود یا بایزید بستامی؟ کدوم که از این دوتا برتر بودن؟ به تعبیری که آمده در کتاب، صراف عالم معنا محمد برتر بود یا بایزید بستام؟ بایزید بستام یا به تعبیر امروز ما بستام، این کدومشون برتر بودن؟ این سوال رو کرد. خب یک سوال. خب طبعا آدم باید بگه بالاخره یا این برتر بود یا اون برتر بود، یا هیچ کدام برتری بر یکدیگر نداشتن دیگه. مولانا جواب داده، این عبارت اینه که محمد سرحلقه انبیاست، بایزید بستام را با او چه نسبت؟ گفت که معلومه او سرحلقه انبیاه و بایزید بستامی اون چه نسبتی با او داره؟ بالاخره بایزید بستامی هر که باشه یکی از اولیای خداست، هر که باشه یک عارفه، فلو صدر همه عرفا، صدر همه عرض کنم که اهل معنا، ولی صدر اهل معنا با ذیل انبیا هم برابری نمی کنه. بزرگترین عارف هم در مشرب مولانای قبل هیچ برابری نمی کنه با کسی مثل پیامبر که او صدر پیامبرانه. خب مسلمن این جواب به نظر میاد جواب عرض کنم که مطابق با آموزه های رائجه، مطابق با اون چیزی که اگه کسی بشنوه تعجب نمی کنه، نمیگه این چه حرفی بود فلان کس زد. بله بالاخره اون. بعد شمس یک سوال دیگه میکنه، میگه خب اگر بایزید بستام رو تو کمتر میدونی از پیامبر اسلام، پس چرا آن یک سبحانه که ما عرفناک میگفت و این یک سبحانی ما اعظم شأنی میگفت؟ درسته؟ خب میدونی که از پیامبر یک حدیثی خیلی معروفه، شیعه و سنی و همه فرقه های اسلامی نقل کردن، که پیامبر خیلی این جمله رو خطاب به خدا میگفت که الهی سبحانه که ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا تو برتری، تو منزهی،
ما تو را چنان که باید نشناختیم و چنان که باید نپرستیدیم. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. نشناختیم تو را چنان که باید و شاید و نپرستش کردیم تو را چنان که باید و شاید. خب محمد اینو گفت. اما بایزید بسطامی چی میگفت؟ بایزید بسطامی گفت سبحانی ما اعظم شأنی. به جای اینکه بگه خدا برتر است، میگفت من برترم. ما اعظم شأنی، شأن من چه عظمتی داره. ما اعظم صیغه تعجب دیگه در زبان عربی، یعنی چقدر عظیمم من، چقدر بزرگم من. خب تو که میگی مولانا پیامبر برتر بود از بایزید، اون وقت چجور پیامبر که مقامش به نظر تو بالاتره، چرا این پیامبر میگفت الهی ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، و الهی سبحانک میگفت؟ میگفت تو سبحانی، درسته؟ و تو رو تنزیه میکرد. اون وقت چجوریه کسی که فروتره میگه سبحانی ما اعظم شأنی؟ خب از بایزید بسطامی جمله دیگری هم خیلی نقل شده که میگفت لیس فی جبتی الا الله، در این جامعه من جز خدا موجودی ساکن نیست. خب در این جامعه من جز خدا موجودی ساکن نیست، یعنی من خدا، درسته؟ وقت چجور بایزید بسطامی میتونه بگه من خدام و محمد که مقامش به نظر توی مولانا بسیار بالاتر از اونه، میگه نه فقط خدا نیستم، اصلا خدا رو نشناختم چونه که باید بشناسم و نپرستیدم چونه که باید بپرستم. اینو پس اگه اون بود اینو چی میگه؟ وقت مولانا در جواب گفته است به نقل، البته چیز غریبی به این مضمون، که بایزید تنگ حوصله بود به یک جرعه عربده کرد. حوصله در زبان عربی معنی چینه‌دان دیگه، چینه‌دان پرندگان رو میگن حوصله. وقتی میگن کسی تنگ حوصله است یعنی چینه‌دان بزرگی نداره، ظرفیت فراوانی نداره، قابلیتش خیلی نیست، ظرف وجودیش وسیع نیست. گفت جوابی که داد این بود، گفتش که خب اون تنگ حوصله بود، چینه‌دانش کوچک بود، ظرفش کم بود، چند جرعه که خورده بود عربده کرد. مثل اینکه بگن فلان کس تازگی مشروب خوردن رو آغاز کرده، با یک جرعه هم مست میشه. اما کسی که 50 سال مشروب خوری میکنه، این با یک جرعه و یک خمره هم مستی نمیکنه، درسته؟ اون وقت گفت که بایزید تنگ حوصله بود به یک جرعه عربده آورد. یک جرعه خورد و عربده کشید و یه همچه حرفایی زد که بله من خدایم و فلان و بهمان. محمد دریا نوش بود، محمد دریا رو می نوشید، به یک جام عقل و سکون خود از دست نمی داد. با یک جام نمی تونست عقل و سکون خودش رو از دست بده. دریا رو هم نوشیده بودا، ولی بازم عقل و سکون خودش رو داشت. این چی واقعی است که رخ داده؟ یا تو میاد که من در جلسه قبل میگفتم وقتی میگیم واقعه در این شخصیت ها رخ داده، یا هر کدوم از این شخصیت ها، فیزیک واقعه رو نباید نگاه کرد. فیزیک واقعه همینه، باید دید از دید او چه رخ داده، یعنی از دید مولانا چه گذشته است تو این واقعه، وگرنه واقعه همینه. توجه کنیم. خب چی گذشته به نظر شما؟ چی گذشته تو این داستان که یه بار یه کسی در سن 38 سالگی با تمام اون ابهت و مهابت اجتماعی که داره و حیثیت اجتماعی که داره، یه بار میاد و همه چیز رو دست برمیداره ازش؟ خیلی چیزها گفتن، منم واقعا نمیتونم بگم که واقعا چی گذشته. من شکی ندارم که زبان بدن مولانا و زبان بدن شمس هم در اینجا چیزهایی رد و بدل میکردند، یعنی فقط این چیزی که دیگران شنیدند مسلمان نبوده. طرز نگاهی که شمس به مولانا کرده، مولانا رو به چیزهایی متوجه میکرده، و طرز نگاه مولانا به شمس هم حتما شمس رو به چیزهایی متفتن میکرده. زبان بدن غالبا خیلی گویاتر است، حالا زبان بدن چه زبان چشم باشه، چه زبان دست تکون دادن باشه، چه طرز نگاه کردن به هر چیز دیگری، اینا خیلی گویاتر است. مخصوصا برای کسانی که روانشناسان عمیقی باشن، از زبان چیزهایی میفهمن که صد برابرش رو فقط از نگاه میفهمن. احتیاج نیست شما زبان داشته باشید تا
بفهمن احوال درونتون چیه. خب من معتقدم مسلماً زبان بدن وجود داشت، اما من اون زبان بدن رو نمیدونم که چی بوده، چی میگذشته. اما وقتی خودم فکر میکنم و میگم این چه کرد مولا در این دوتا پرسش و دوتا پاسخی که رد و بدل شد چی شد، من به نظرم میاد اول چیزی که مولانا وقتی این سوال ازش شد دید این بود که مولانا تو بر احوال درونی خودت و از جمله بر معلومات خودت احاطه نداری. اگه احاطه داشتی میفهمیدی یه تناقض تو باورهای تو وجود داره. اندازه می‌کنید. ببینید شما دیده اید که شما اسفنجی که تو در واقع مثلا آشپزخونه‌اش استفاده میکنیم یا خیاطاش استفاده میکنن، ببینید شما 500 تا سوزن از 500 تا جهت مختلف فرو کنید به این اسفنج، این اسفنج همه رو قبول میکنه، از جهات مختلف با زاویه های مختلف با طول های مختلف به این اسفنج وارد بکنید همه رو قبول میکنه. توجه میکنید؟ نمیگه که این با این ناسازگاره، همه رو در خودش میپذیره. ما قالبمون و بلکه شاید بشه گفت همه ما ذهن‌های اسفنجی داریم، یعنی حرف‌هایی رو پذیرفته ایم که این حرف‌ها با هم ناسازگارن، ولی هم اینو اینجا پذیرفته ایم همون اونجا پذیرفته ایم و هیچ توجه به این نمی‌کنیم که این دوتا حرف ناسازگاری با هم دارن، که من هم اینو قبول دارم و هم اونو قبول دارم، اینا با هم ناسازگاری دارن. حالا چه ناسازگاری از مقوله تناقض باشه، چه از مقوله تضاد باشه، چه از مقوله تعارض باشه، چه تناقض، چه تضاد، چه تعارض، هر ستاش بالاخره سن و ناسازگاری هست. ما تو باورهامون این ناسازگاری ها رو داریم. شکی نیست که اگر روزی روزگاری توجه پیدا بکنم به این که این فقره از معلوماتم با اون فقره از معلوماتم، این فقره از باورهام با اون فقره از باورهام با هم ناسازگاری دارند، توجه پیدا بکنم به این ناسازگاری، بالاخره یه جوری خودم رو از شر این ناسازگاری رهایی میدم، یا این باور رو از ذهنم بیرون میکنم یا اون باور رو از ذهنم بیرون میکنم، یا یه کمی جرح و تعدیل میکنم باور اول رو، یا یه کمی جرح و تعدیل میکنم باور دوم رو، تا به هر حال با هم چی بشن؟ سازگار بشن. چون اگه آدم بفهمه در درونش ناسازگاری ای واقعا هست، آرام نمیتونه بگیره. خب پس چرا اگه اینجوره ما این همه افکار ناسازگار رو داریم و آرام هم هستیم؟ به خاطر اینکه این افکار رو احاطه براشون نداریم. اگه احاطه براشون داشتیم، یعنی اگر افکارم رو میشه توی کتابی بنویسم، توجه میکنیم که بر همش یک جا مسلط بشم، وقت میدم فکر مثلا فقره 11 هم با فکر فقره 85 هم با هم ناسازگاره، ولی ما احاطه نداریم، از بالا به خودمون نگاه نمی کنیم. و چون از بالا به خودمون نگاه نمی کنیم، اینه که میبینید یه عمری هم با افکار متعارض یا متضاد یا متناقض زندگی میکنیم، ککمون هم نمیگزه. اگر میفهمیدیم این ناسازگاری رو، به نظر من یک فکر می‌کردیم، یکی از این طرفه ناسازگار رو فدای دیگری می‌کردیم، یا جرح و تعدیل می‌کردیم یکی از اینها رو تو با دیگری سازگار بشه. اما نمی‌کنیم این کار رو، چون احاطه نداریم. اینات می‌کنید کسی که دو تا فکر داره که وقتی روی کاغذ میاد یا وقتی روی میز نهاده میشه می‌بینیم با هم ناسازگاره، ولی می‌بینیم با اون زندگی می‌کنه، به دلیل اینکه بر خودش احاطه نداره، نمیتونه از بالا به خودش نگاه بکنه. آدم باید بتونه از بالا به خودش نگاه بکنه و بفهمه که این فکر من با اون فکرم با هم سازگاری ندارم. خب توی مولانا، دارم حدسیات خودم رو بیان میکنم، توی مولانا از طرفی محمد رو بالاتر میدانی از بایزید، این یک باور. از طرفی هم سبحانک الهی سبحانک ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک که محمد رو قبول داری، و هم سبحانی ما اعظم شأنی رو قبول داری، هر دو رو قبول داری. خب این دو تا با هم سازگاره؟ سازگاری که آدم اینو قبول داشته باشه، اینم قبول داشته باشه،
هر دو رو با هم، یعنی هم مقام محمد رو برتر بدونه از مقام بایزید بسطامی و هم جمله محمد رو به تصدیق بکنه، جمله بایزید بسطامی رو هم تصدیق کنه. چگونه این دو تا با هم سازگارن؟ در واقع یک توجهی که به نظر من شمس به مولانا داد، گفت خیلی بر خود ناظر نیستی، خیلی حواست به خود جمع نیست. این یک نکته. نکته دوم اینه که میبینی که چیزی ازت پرسیدم و جوابشو نمیدانستی. حالا چرا نمیدانستی بعدان عرض میکنم، اما با این همه، این همه شاگرد گردت جمع شدند، ولی منی که میدانم هیچ کس دورم جمع نشد. تو به این فکر بکن، تو ببین چه خدم و حشمی به دنبالت را افتاده. یک نادانی رو خدم و حشم به دنبالش را افتادن و کسی رو که میداند اصلا کسی نمیشناسدش. از این چه نتیجه میگیری؟ دو تا نتیجه میگیری. یکی این که به اقبال مردم دلتو خوش نکن، چون مردم تشخیصشون درست نیست. اگر مردم تشخیصشون درست بود، به جای این که به دنبال تو بیان، باید به دنبال کی میامدن؟ من. اما منو هیچ کسی نمیشناسه، حتی چه بسا از من نوعی نفرت و عرض کنم کراهیت هم داشته باشن، به من نزدیک نشن، اما تو یه عالمی با لباس خیلی فاخر با پس دلتو خوش نکن به تشخیص مردم. مردم اینن که حالا که خودت فهمیدی که بلد نبودی جواب سوال منو بدی، توجه میکنی، ولی این با اینکه بلد نیستی، ولی این همه آدم به دور جمع شدن و منی که بلدم هیچ کس به دورم جمع نشده. اول چیزی که از این واقعه باید نتیجه بگیری اینه که مردم تشخیصاشون درست نیست. فکر نکن اگر همه مردم میگن تو عالمی، واقعا عالمی. نه، یک. دومم این که آدم باید دلشو خوش بکنه به تحسین دانایان، نه به تحسین نادانان. از افلاطون نقله که میگن روزی دیدن در حال گریستنه، گفتن که چرا گریه میکنی؟ گفت یه نادانی امروز خیلی از من تحسین کرد. گفتم چه حماقتی از من این دیده که اینقدر منو تحسین کرده. نمیتونه یه کسی منو تحسین بکنه و خودش اینقدر نادان. اگه یه نادانی منو تحسین کرد، من گریه میکنم. توجه میکنید؟ اون تحسین ارزشمنده که دانایان منو تحسین کنن. یعنی اگر من، شما هیچ کدومتون فیزیک بلد نباشید، من بیام اینجا 50 ساعتم فیزیک تدریس کنم، شما هم بر من کف بزنید، این نباید اول قاعده منو شاد کنه. اگر شما همتون فیزیکدان بودید و بازم 50 ساعت من میتونستم حرف از فیزیک بزنم و بازم مدام بر من کف بزنید، اون بعد اگر من دل منو خوش بکنه، اون بعد دل منو خوش میکرد. تو چه جوری دلتو خوش کرده ای به این گونه رفت و آمدها و این گونه تحسین کردنها و اطراف تو رفتنها و آمدنها؟ این از کجاست؟ نه، پس نکته اول این که تشخیص مردم نادرست، نسخه و نکته دوم هم اینه که آدمهایی که نادانند، تو نباید اینقدر خودتو آویزونه به اونا بکنی، نباید چنگک وجودتو خودتو به قلاب مردم بیاویزی. خب این خطاست دیگه. تو در واقع سند نداری. سند یعنی اون پشتوانه‌ای که بشه بهش تکیه داد، نه اون پشتوانه‌ای که تا بهش تکیه میدم خودش میفته. در زبان عربی اینه دیگه، توجه میکنید؟ این سند تو نداری. تو در واقع پشت داده به یه کسانی که این کسان به همین مقداری که من گفتم، این کسان قابل استناد نیستن، قابل این که آدم پشتشونو به اینا گرم بدونه نیستن. این هم یک نکته. یه نکته دیگه این که تو توجه کردی که این جوابی که دادی جواب نادرستی بود، خودت هم متوجه شدی که این جواب نادرستیه. چرا؟ چون بعد از این که این جواب رو دادی، هیچ کس گشوده نشد خاطرش که عجب جوابی داده شد. توجه میکنیم؟ خب اگر یه جوابی اینجور باشه، تو خودت هم میدونی که جواب رو ندادی. توجه میکنیم؟
ولی چرا با اینکه جواب نبود این جوابت بر زبونت اومد؟ خب میتونستی بگی نمیدونم. چرا نگفتی نمیدونم؟ تو میتونستی بگی راستش نمیدونم. من خبر ندارم که چرا محمد با اون علو مقامش اون حرفو میزنه و این با این عرض کنم که دونو مقامش یه همچین حرفی که بوی عرض میکنم استعلا ازش میاد. خب میتونستی بگی نمیدونم. چرا؟ برای اینکه نمیدونم تو را از چشم مردم مینداخت. میخواستی از چشم مردم نیفتی. وقتی میخوای از چشم مردم نیفتی چاره جز این نداری که چیزی رو که خودت هم فهمیدی که حرف نادرستی بود، اگر این حرف درست بود این معضل چنین معضل بزرگی نبود. نهت میکنی؟ این معضل خیلی ذهنها رو به خودش مشغول کرده بود. قرنها بود که اینو میپرسیدن. اگه به همین سادگی بود که بله ایشون عرض کنم که تنگ حوصله بود و با یک جرعه مستی کرد، اما اون دریانوش بود و هیچ وقت نمیتونست با اینا مستی بکنه، اگه به این سادگی میشد جواب داد، اینکه اینقدر ذهن سوز نشده بود، اینقدر عطار به این نکته نمیپرداخت، اینقدر صناعی توجه به این نمیکرد، اینقدر عین القضات همدانی تو نامه ها و تمهیداتش بحث نمیکرد در باب این و بازم بگه ما راستش نمیدونیم که چیه. تو فکر کردی که میتونی همینطور؟ تو فقط میخواستی طلاب رو بگی استادتون هنوز سر جاش نشسته، حواستون باشه. تو فقط اینو میخواستی بگی. تو در واقع به زبان ساده بیشتر جلوه فروشی میکنی، خود فروشی میکنی تا اینکه در پی حقیقت باشی. آدمی که در پی حقیقته باید بگه چیزی که این قضات نفهمیده و صنایع نفهمیده منم نمیدونم، نه اینکه همون بالا نشسته و بلافاصله جواب بده که بله این تنگ حوصله بود. این در واقع چیزی بود که رخ داد. من دوستان گفتم تأکید میکنم، من زبان بدن رو که نمیدونم، من یقین دارم تو زبان بدنشون تو نگاهی که به هم کردن چیزهایی گفتن که من نمیدونم. اما اگر من باشم و فیزیک این میگن این گفتار یه همچه قابلیتی داره و برخلاف کسانی که گفتن این گفتار این سوال عرض میکنم شمس برای این بود که بگه مقام شریعت فرق میکنه با طریقت. ببینید شریعت محمد رو به اونجا کشون که اظهار عز بکنه و عرض کنم که طریقت بایزید بستامی رو به اونجا کشون که اظهار استغنا بکنه و حرفایی بزنه که بوی کبریا ازش میاد. من اصلا به این معتقد نیستم، به دلیل اینکه اصلا اوشون میخواست اون رو دعوت بکنه به طریقت. شمس قرارش این نبود که اون رو از طریقت باز بداره، اتفاقا میخواست دعوتش بکنه به طریقت. و شمس و مولانا هم که قبل از او اهل طریقت نبود که بخواد او رو از طریقت باز بداره. سوال جوری مطرح شده بود که بتونه این کار رو انجام بده. این پیش آمد. به نظر من و به نظر البته که در اینجا خود مولانا، اون چیزی که مولانا سال چهارم میگه، اون چیزی که مولانا از این واقعه فهمید این بود که همه زندگیش حول انانیت خودش داره میچرخه، دور نفسانیت خودش داره میچرخه. به تعبیر روانشناسی امروز در واقع یه ایگوی بزرگ که همه چیز دور محور من میچرخه، فقط من له نشم این میون، اگه حقیقتی هم لگدمال میشه بشه نتو کنید، فقط من نباید له بشم، من باید آبرون پیش این شاگردان و از این باقی بمونه. فهمید که مشکلش در واقع انانیته، مشکلش نفسانیته. تمام آنچه که در این جواب سوال گذشت به اون نشون داد که فقط میخوای خودتو حفظ کنی، میخوای این انا رو حفظ بکنی، این نفس رو حفظ بکنی. انانیت و نفسانیت تو رو به اینجا کشونده، یعنی تو هنوز با خودی، هنوز بی خود نشده ای. تو هنوز نمیتونی این انا رو فراموش کنی و همش هم داری پاسداری از این انا میکنی. خب آدم که بخواد پاسداری از انا بکنه خیلی زدگیر از بین بره. درست مثل شما، شما اگر یک چیز شکستنی و خیلی گرون قیمت رو بخواید به خونه ببری، از بس حواستون به اینه که یک کسی به این تنه نزنه، یک کسی به این نخوره و به چیز دیگه توجه ندارید، ممکنه چند تا هم پاشون رو لگد کنید چون توجهتون به اینجا اونجا نیست. ممکنه چند تا چراغ قرمز رو هم نگذشت بدون حواستون ازش بگذرید چون فقط اهتمامتون به اینه. آدمی که بخواد خودش رو حفظ بکنه اینجور میشه دیگه.
خیلی چیزا رو باید از بین ببره. بخواد اینکه میخواد خودش رو حفظ بکنه. کسی میتونه همه چیز رو سر جای خودش حقش رو ادا کنه که خودش رو از میان برداره. خب حالا این خود از میان برداشتن رو من چون الان بهم گفتن که وقت تمامه، من فقط یه اشاره بهش بکنم. ببینید خیلی میگن بی خودی و آدم باید بی خود بشود و این انانیت و نفسانیت رو باید کنار بگذاره و و و و این دیگه خودتون میدونید که ما دائم میگیم. اما معنای دقیق این چه هست؟ من چند تا چیز خیلی ساده بر شما میگم. یکی این که یه وقت دقت بکنید و ببینید که به هر شخصی که نگاه میکنید یا به هر رویدادی که نگاه میکنید یا به هر پدیده‌ای که نگاه میکنید، یه وقت ببینید همیشه به هنگام نگاه کردن و مواجهه با اون یه گفتگوی نهانی با خودتون دارید. توجه میکنید؟ مثلا من به این که نگاه میکنم ممکنه همین الان بگم که آیا میشه اینو من با خودم بردارم و برم؟ اینو کجا میشه ارزون خرید؟ توجه میکنید؟ آیا از این زیباتر هم با همین قیمت این جایی هست به آدم بدن ولی از این زیباتر باشه به همین قیمت این؟ اول چیزی که وجود داره اینه که این نگاه به جهان نگاه ابجکتیو به جهان نیست، نگاه بی‌طرفانه به جهان نیست، نگاهی که داره از منظر سود و زیان خودم نگاه میکنم. عنایت میکنید؟ تمام آنچه که در آیین بودا یاد میدادن و بعدها عرفا یاد گرفتن اینو و به ما یاد میدادن اینه که اگر روزی بتونید به چیزی نگاه کنید اما از دریچه منافع خودتون نگاه نکنید. ببینید من مثلا یه آقای رو اینجا میبینم، میگم چگونه میشود دل این آقا رو به دست آورد؟ چگونه میشه من با این آقا رفیق بشم؟ میبینم انگار خیلی از وضع لباسش خیلی ثروتمنده، میگم آیا میشه من با ایشون دوست بشم؟ آیا میشه این آقا منو با خودش شریک بکنه تو بیزینس خودش؟ و و و آیا شما تا الان دیدید به یه چیزی نگاه بکنید و از منظر منافع خودتون نگاه نکنید؟ در جلسه دیروز یکی از نکاتی که میگفتم این بود که فکر کنم در جلسه دیروز بود اگه اشتباه نکنم، میگفتم که توی جنگل اگر شما یک شاعر رو ببرید و یک نجار رو ببرید و یک چوب فروش رو ببرید یا و یک زمین خار رو ببرید، توجه میکنید، ببرید توی جنگلی و اینا درختان رو ببینن، هر کدامشون از منظر خودشون به این درخت نگاه میکنن. چوب فروشه میگه این درخت مستحکم تره یا اون درخت محکم تره، توجه میکنید، این درخت فروش بیشتری داره یا اون درخت فروش بیشتری داره. به همین ترتیب نقاش هم نگاه به درخت که میکنه میگه این درخت سایه روشن بیشتر داره و نقاشی که میخوام ازش بکنم زیباتر در میاد، چون رنگ خیلی صریح تو نقاشی خودشو نشون نمیده. آیا این درخت رو انتخاب کنم برای نقاشی یا اون؟ همه دارن از منظر منفعت خودشون نگاه میکنن. فقط باید یک کسی عاشق این درخت باشه که اصلا از منظر خودش که نگاه نکنه، فقط تمام توجهش معطوف به این باشه. اول چیزی که تو این نفی انانیت گفته میشه اینه که نگاه بی‌طرفانه پیدا کنید. اگه نگاه بی‌طرفانه پیدا بکنید، یک اثرش اینه که مسئله شر برای شما حل نمیشه ولی ابهتش رو از دست میده. مسئله مهم شر که حالا در الهیات و فلسفه هم محل بحثه، ما مسئله شر وقتی برامون پیش میاد که از دید منافع نگاه میکنیم به دنیا. وقتی نگاه میکنیم من میبینم این من رو مبتلا به بیماری میکنه، اون آبروی منو میبره، اون شهرت منو خدشه‌دار میکنه، اون رقابت میخواد با من بکنه، وقت شر تو عالم زیاد میشه. اگر بتونم بی‌طرفانه نگاه بکنم، یعنی به یک دید عینی، به یک دید ابجکتیو نگاه بکنم، مسئله شر فتیلش پایین کشیده میشه. من هرگز ادعا نمی‌کنم برخلاف بعضی که اصلا مسئله شر حل میشه، ولی فتیلش پایین کشیده میشه. این یک. دوم، وقتی از منظر خودتون نگاه نمی‌کنید، شما صلح با همه پیدا می‌کنید. من چون از منظر منافع و مضار خودم نگاه می‌کنم، با شما در صلح نیستم. اگر روزی بتونم بدون منافع
و مصالح نگاه بکنم، اون وقت میبینم که نه، من با همه صلحم، من نزاعی با کسی ندارم. وقتی من چیزی رو میخوام به جانب خودم بکشم و تو هم میخوای به جانب خودت بکشی، چون جهان جهان تزاحمه و معنای تزاحمی بودن جهان اینه که اگر چیزی مال تو شد به قیمت محرومیت همه کسان دیگره و اگر مال منم شد به قیمت همه محرومیت کسان دیگره، خب وقتی من یه چیزی رو میخوام ببینم تو هم میخوای، من با تو رقابت پیدا میکنم. رقابت کم کم ممکنه بیانجامد به از کنم که عداوت و خصومت و دشمنی. اما اگر از منظر ابجکتیو نگاه کنم، مسئله ارتباط من با تو یک ارتباط نرم، یک ارتباط پذیرنده، یک ارتباط به یک معنا برد برد میشه، اینات میکنید. اما این خیلی کمه که بگم تعطیل نفسانیت به این معناست، اینات میکنید، خیلی کمه. این کمتری نشینه که به همه چیز بدون به حساب آوردن خودتون نگاه بکنی. خدا به نظر عرفا اگر جهان رو زیبا میبینه، چون بی‌غرضانه میتونه نگاه کنه به جهان. هر که بتونه بی‌غرضانه نگاه بکنه جهان رو زیبا میکنه. حالا البته کسی مثل اسپینوزا میگفت که این بی‌غرضانه نگاه کردن که او ازش تعبیر میکرد به پرسپکتیو الهی، منظر الهی، میگفت مسئله شر رو به کلی حل میکنه. میگفت بیا و مثل خدا به جهان نگاه بکن. خدا غرض نداره، سود و زیان نداره. وقتی سود و زیان نداره همه چیز زیبا میبینه. من میگم لااقل فتیله ابهت مسئله شر، صلابت مسئله شر، اون احتشام و هیمنه ای که مسئله شر تو زندگی ما داره، لااقل فتیلش پایین کشیده میشه. اونقدر مسئله دیگه مسئله پیچیده ای نیست، ولی در این حال ممکنه هنوزم شر باقی بمونه. اما مهمتر از اون نکته دومه که من به یک نوع پاسیفیزم میرسن. من اصلا چرا با شما نزاع دارم؟ به خاطر این که میخوام آن چیزهایی که تو هم طالبش هستی مال من باشه، تو هم میخوای اون چیزهایی که من طالبشم مال تو باشه، و چون یک چیز نمیتونه مال دو نفر باشه تو عالم، توجه میکنی؟ اینا فلاسفه به عنوان این میگن، میگن جهان جهان تزاحمه، یعنی یه چیز مال دو نفر نمیتونه باشه. یعنی حتی اگر بگم خب این لیوان آب مال دو نفرمون که نمیتونه باشه، نصف آب این لیوان مال تو، نصفش مال من، باز اون نصفی که مال توه فقط مال توه دیگه، مال من دیگه نیست، و اون نصفی هم که مال منه، مال منه فقط دیگه، مال تو نیست. هیچ چیز رو دو نفر نمیتونن مالک بشن. اون وقت من رابطم با شما به این صورت در میاد. حالا اگر این نباشه، اون وقت من میبینم که من یک صلح کل پیدا میکنم با هستی. اما این تازه اولین قدمه نفی انانیت و نفی نفسانیته، و لااقل سه تا قدم دیگر هم وجود داره. حالا من به همین مقدار اکتفا میکنم و اینو عرض میکنم که سوال پنجم رو هم عرض میکنم، و اون سوال پنجم اینه که حالا چرا خرسندی؟ حجم میکنی سوال پنجمی بود دیگه. مولانا در اینجاست که پنج تا ویژگی رو بیشتر از همه روش تأکید میکنه، و البته زندگی او هم شاهد بر هر پنج تا هست، غیر از یک نکته که راجع به یکی از این پنج تا نکته خدمتتون خواهم گفت. اولین نکته ای که مولانا میگه، میگه من الان شادم، قبلا اندوهگین بودم، الان شادم. دیگه در باب شادی مولانا من نیاز به توضیح ندارم، خودتون میدونید که هیچ شاعری فکر نمیکنم در ادبیات ما و هیچ عارفی در میان عرفای ما فکر نمی‌کنم به شادی مولانا کسی دیده باشه. نظیرش البته در عرفان مسیحی فرانسوای آسیزیه، توجه می‌کنی؟ که میگه از اون روزی که با مسیح رقصیدم دیگه هیچ وقت راه نرفتم. فرانسوای آسیزی همیشه میرقصید و راه میرفت، هیچ وقت دیگه راه نرفت. خب این شادی دیگه احتیاج به توضیح نداره، اینو بگذاری در مقابل اون چیزی که اونجا میگفتم که اندوه. نکته دومی که وجود داره این پایندگیه، این قرار. قبلا من بیقرار بودم، طمأنینه نداشتم، سکون خاطر نداشتم، قرار نداشتم، بیقرار بودم. حالا این بیقراری گاهی وقت خودشو به صورت دغدغه نشون میده، به صورت دلنگرانی نشون میده، به صورت تشویش نشون میده، به صورت ترس نشون میده. انواع احساسات و عواطف هستن که تحت عنوان بیقراری تو روانشناسی طبقه بندی میشن، همشون بیقراری هم دیگه. من الان قرار دارم، من به یه پایندگی رسیدم، پاینده‌ام،
قرار دارم، به سکون و طمأنینه رسیدم. اینم در واقع یک ویژگی. ویژگی بعدی اینه که من قوت قلب دارم، من دیگه از هیچ چیز نمیترسم. این اشعاری که سرور من خوندن در اون غزلیات در غزل که میشکنم و فلان و بهمان، شما در تمام اینها خشونت نمیبینید، قوت قلب میبینید، شجاعت میبینید، نه خشونت. آخه دو تا آدم میتونن بگن من همه چیو میشکنم و دست دربان رو هم قطع میکنم، یکی کسی که فقط میخواد خشونت خودشو نشون بده، یکی میخواد نشون بده که من چیزی منو نمیتونه بترسونه، من قوت قلب دارم. خانم اولین آندرهیل وقتی که در اون کتاب عرفانش وقتی میخواد ویژگی های اهل معنا رو بگه، میگه من تمام ویژگی های اهل معنا رو در سه تا ویژگی خلاصه میکنم، یکیش قوت قلبه. من از این قوت قلب به جای شجاعت تعبیر به قوت قلب میکنم، چون شجاعت معمولا ما در جایی به کار میبریم که نزاعی هست بین من و تو، وقتی میگن تو این نزاع فلان کس شجاعت نشون داد و مثلا حق خودش رو گرفت یا غلبه کرد بر دشمن خودش. قوت قلب تعبیر بهتری است، همین که خانم آندرهیل هم گفته. قوت قلب داره، قوی، از هیچ چیزی نمیترسه. چرا؟ چون آدم کی میترسه؟ وقتی یا منافعی دارد که میترسه از دست بده، یا خواسته هایی داره که میترسه به دست نیاره. وقتی که هیچ کنیم از این دوتا نباشه دیگه شجاعت وجود داره، یعنی اون قوت قلب وجود داره. و اما نکته بعدی اینه که من دلسیرم، نهت میکنید، برخلاف بعد قبل که من دائما میخواستم اینم به دست بیارم، شهرت اون عالمم از آن من باشه، معروفیت اون شخص دیگه هم از آن من باشه، من الان دلم سیره. دلسیری فرق میکنه با این که من میخوام و خیشتنداری میکنم. اصلا به جایی رسیدم که عرض میکنم که من نمیخوام. حالا امیدوارم انشالله فرصت های دیگه به هر حال پیش میاد و از تو بهتر خواهم. دو بار برای من نوشتن دیگه. اینا خدمت رو عرض کنم که و اما آخرین ویژگی رو من خدمت رو عرض بکنم. آخرین ویژگی گشودگی دله، سعه صدره. راجب میکنید آدمی که با چشم ابجکتیو و خودش میذاره کنار و نگاه میکنه، نه از پشت عینک منافع خودش، سینه گشاده داره، میگه هر رأیی بیاد ببینید وارسیش کنید، هر دشمنی بیاد، هر مخالفی بیاد، هر مکتبی بیاد، هر مذهبی بیاد، من سینه گشاده دارم، من که در اینو نبستم که بگم خب دیگه من درشو بستم و پرونده رو مختومه کردم دیگه بقیه وارد نشن. سینه گشاده دارم من، من الان هر حرفی رو میشنوم. شما دیدید که در احوال مولانا نوشتن که یه روز یهودی بهش گفت که دین تو بهتر است یا دین من؟ گفت برادرم دین تو. چرا؟ چون برای من که میفهمم که دین من و دین تو نداره. اما حالا اگه بگم دین من علاوه بر اینکه خلاف عقیدم هست، تو باید شروع میکنی باز به بحث کردن که چرا دین من، میگم دین تو. برای اینکه من سعه صد دارم، من اصلا برای مهم نیست. نهایت کاری که من برای شما میکنم تجاربم با شما در میون میذارم. اگر این تجارب برای شما نافع افتاد بردارید برای خودتون، نیفتادم رهاش بکنید، دیگه دنبالش هم نمیدوم. حالا میخواستم اینو عرض بکنم که این با مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی هم ناسازگاری نداره. ببینید من اگر یک پزشک قابلی باشم، یک پزشک با وجدان کار بالایی باشم، تمام دقت و وسواس و تجربه و علم و فهم و تفکر خودم رو به کار میزنم که بیماری تو رو درست تشخیص بدم و بعدم همینا رو به کار میزنم برای اینکه داروی درستی برای تو بپیچم، نسخه درستی برای تو بپیچم. اما دیگه از فردا صبح روزی 200 زنگ تلفن به تو نمیزنم که دارو رو خوردی یا نخوردی. من فقط میگم من به نظرم میاد تو بیماریت از این راه درمان میشه. دیگه من نمیام به دنبال تو. قرآن به پیامبر که تازه پیامبر بود و بنا بود پیام خدا رو برسونه میگفت لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم
لم یهتدو به هذا الحدیث اسفا، میگفت تو چرا داری خودتو میکشی؟ باخ اون نفسکه، چرا خودتو داری میکشی که چرا مردم حرفای منو نمیپذیرند؟ اون که تازه پیامبر بود، من تو که پیامبرم نیستم. ما فقط تجربه ما با تو در میون میگذارم، میگم من اینجوری فهمیدم، من جهان رو اینگونه دیدم، سینم هم گشاده است نسبت به هر حرف مخالفی، اصلا دنبال تو نمیام که آقا بحث دیروز اگه هنوزم به نتیجه نرسیدی دنبال کنیم، اصلا و ابدا. اون یه اخلاق دیگری، یه خلقیات دیگری برادم پدید میاره. امیدوارم انشاءالله این حرفا به درد ما بخوره.